اینک آن دو مینو که در آغاز همزاده در اندیشه و انگار پدیدار شدند. کردار این یک نیک است و آن دیگری بدی را می نمایاند. از این دو دانا راستی را برمی گزیند و نادان نی. هنگامی که آن دو مینو به هم رسیدند، زندگی و نازندگی را پدید آوردند و چنین باشد تا به پایان هستی. بدترین منش ها از آن دوروندان و بهترین از آن اشونان خواهد بود. از آن دو کژاندیشان راستمنشی را برنگزیدند، زیرا در میان دودلیشان فریب بر آنها فراز آمد. پس به بدترین اندیشه ها گرویدند و به سوی خشم شتافتند تا زندگی مردمان را به تباهی کشانند. ایدون ای اهورامزا، باشد که از آن تو باشیم، از کسانی که جهان را تازه می گردانند. باشد زمانی که خرد دست خوش نااستواریست، عشا به یاری ما آید و اندیشه ما را به هم نزدیک گرداند. ای جویندگان دانش، اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنوده را آشکار می سازم که برای کسانی که با آموزش های دروغ جهان راستی را به تباهی می کشانند ناگوار و برای دلدادگان مزدا بهترین است. پس چون گزینش راه بهتر دشوار است، من چنان آموزگار به سوی همگان می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه از روی راستی زندگی کنند. ای مزدا، آن خوشبختی را که در پرتو فروغ مینوی و از راه عشا به هر دو گروه نوید داده ای و آن آیینی را که برای فرزانگان است با گفتار خود برای آگاهی ما آشکار ساز، تا من همه مردمان را به گرویدن دین بهی فراخوانم. مرا بیا آگاهان تا از راه عشا و وهومن آن آیین را که برای من بهترین است برگزینم و آنچه را که خواهد شد و نخواهد شد ببینم. بهترین پاداش ها و خوشبختی ها از آن دانایی خواهد بود که دین راستین و سخن پاک مرا که مردمان را به خرداد و امرتات راه می نماید به آنها برساند. اهورامزدا در پرتو وهومن توانایی این کس را فزونی می بخشد. اوست که در آغاز با اندیشش جهان را روشنایی بخشید و با خردش عشا را آفرید تا وهومن را نگاهدار و پشتیبان باشد. ای اهورمزدا که هماره یکسانی با مینوی خود ما را برافروز و برافراز. با اندیشم شناختم، دریافتم که توی ای مزدا سرآغاز و سرانجام هستی و توی سرچشمه وهومن. تو را با چشم دل دیدم و دانستم که توی آفریدگار راستین عشا و توی داور مردمان. ای اهورامزدا، از توست آرمیتی، از توست خرد مینوی جهانساز. تو به آدمی آزادی گزینش راه داده ای تا رهبر راستین خیش را برگزیند و از رهبر دروغین سر بتابد. آنگاه از میان آن دو مردمان می باید رهبری راستین برای خیش برگزینند که درست کردار باشد و وهومن را بیفساید. ای مزدا، مباد رهبر فریبکار وانمود کننده به راستی و پاکی از هوش و توان اندیشه برخوردار گردد.
هنگامی که در آغاز با اندیشه خیش ای مزدا برای ما تن و خرد آفریدی و به تن ما جان دادی و به ما توانای گفتار و کردار دادی، خواستی که ما باور خیش را به دلخواه برگزینیم. از این رو هر کس چه راست گفتار باشد و چه کج گفتار، چه دانا باشد چه نادان، آنچه در دل و اندیشه خود دارد به زبان می آورد و آشکار می کند. وانگاه که اندیشه در پرسش و سرگردانی و بدگمانی می افتد، آرمیتی به یاری روان می آید و به آن راه می نماید. پس به گفتار و آموزش های دروند گوش فرامه دهید، زیرا دروند بیگمان خانه و ده و شهر و کشور را به ویرانی و تباهی می کشاند و در برابر دروند بایستید و با او برزمید. باشد ای اهورامزدا که مردمان به سخن دانایی گوش فرادهند که راست می اندیشد، چاره ساز زندگی مردمان است، در گفتار راستین خود شیوا و تواناست و در پرتو فروغ تابناک تو جایگاه هر دو گروه را روشن می سازد. ای کج اندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیره‌سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریبکارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبانزد کرده است. بدین سان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کج اندیشان رو می کنند، از وهومن دوری می جویند و از خرد و عشا و پاکی می گریزند. ای کج اندیشان، بدین سان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و کردار زشت و نوید سروری به دروندان مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب باز داشتید. راستی آموزگار بد گفته های دینی را برمی گرداند و پریشان می کند. نگریستن به زمین و خورشید را با دو دیده از بدترین گناهان می انگارد. نیک اندیشان را به سوی گمراهی می کشاند. کشتزارها را ویران می کند و رزمفزار به روی راستان می کشد. هر کس که با اندیشه و گفتار و کردار با دروندان می ستیزد و یا به او و به پیرو او راه نیک می آموزد و می نمایاند، به باور و با دلبستگی خواست مزدا را به جا می آورد. زدوده شود نافرمانی و بداندیشی، از خیشاوندان بددلی و خیره‌سری، از همکاران دروغ و دشمنی، از همیاران دژگویی و ناسزا، از پهنه گیتی راهبری بد از میان برخیزد. پس من چونان سرودگوی استوار به عشا، با وهومن و با مهر تو همچنان که تو میخواهی خواهان راهبری مردم هستم. ای مزدا اهورا، میخواهم تو را ببینم و هم پرس و هم گوی تو باشم. ای مزدا، خوبی های زندگی را که بوده و هست و خواهد بود و همه آنها از توست، با
با مهر خودت به ما ارزانی دار و در پرتو وهومن و خشتره و عشا تندرستی و خوشبختی ما را بیفزای.